به نام خداوند پاک و بی‌نیاز با عرض سلام آرزو دارم جور و سعدمند باشید. شاگردای خوب نازنین، زحمتکشا و نابغه های وطن، خداوند اجر بی‌پایان نصیبتان کنه. از توجهی که به درس ها میکنین، خداوند در لحظه علم برتون ثواب بده و علمتان افزایش بده، مغزتان قوی بسازه. شما با نیت پاک درس بخونید، نیت قلبی بسیار مهم است. به خاطر شهرت درس نخونین، به خاطر کامیابی در کنکور تنها نخونین. بگوین خدایا به خاطر خدمت به خود و به مردمم، به فامیلم، به دینم، به کل بشریت تلاش میکنم، زحمت میکشم. حتی وضو کردنم درستان تقریب کنین ثواب بیشتر. و دوستتان داریم، خانه آباد که درستان تقریب میکنین. درس 19 به صفحه 30 کتاب رسیدیم. در درس 18 ما و شما ارتباط زاویه های بزرگتره با سه زاویه هادی 30 و 45 و 60 درجه مطالعه کردیم. به صورت کل دو نوع رابطه گرفتیم که میشد جدا جدا برای هر ناحیه دو دفعه بگیریم. برای هر ناحیه دو دفعه، ولی ما به صورت خلاصه این به این ترتیب گرفتیم که هرگاه ما داشته باشیم n پای بر 2 مثبت منفی الفا، هر زاوی نسبتی که باشه نسبتش تغییر میخوره، نسبتش تغییر میخوره. یعنی چی؟ مانا ساینش کوساین میشه، ساین زمین کوساین الفا میشه. وظیفه این پای بر 2 تغییر ساین به کوساین است. این اعداد طاقت به اینجا 3 و 5 و 7 و 9. در غیر از او اگر نمیخواید کل اعداد باشه، ایره 2 منفی 1 باز بگیریم که اعداد تاق مانا بده. کوساین زمین چیز مثلا میشه کوساین الفا، تانجانتش مثلا میشه تا کوتانجانت الفا، کوساینش ساین الفا، ببخشید ساین الفا، تانجانتش کوتانجانت الفا، سیکنتش کوسیکنت الفا و کوسیکنتش سیکنت الفا. اشاره شام نظر به ناحیه تعیین میکنیم. در درس قبلی گفت زدیم، این درس قبلی رو ببینیم با زیرکتش که اگر توجهتان بیشتر شد خوب طرف این اگر باشه n پای مثبت منفی الفا با ساین تغییر نمیخوره، پس ساین الفا میمونه، کوساین هم تو کوساین میمونه، تانجانت هم پس تانجانت الفا، سیکنت هم پس کوتانجانت هم پس کوتانجانت الفا، سیکنت هم پس سیکنت الفا، کوسیکنت هم پس میمونه کوسیکنت الفا. در درس قبلی در موردش یک مقدار صحبت داشتیم. باز مثال های شما دوم گفتم در این درس کار میکنیم، بخاطر همی که یک دفعه تکرار شوه و ما بر شما سوال حل کنم که ببینیم چطور حل میشه. خب شاگردای گرام قدم، سوال است. گفته ساین 120 درجه را به دست بیارین. به دو طریق کار کرده، هر دو طریق کار میکنم، گرچه در درس قبلی اشاره کرده بودم. ساین 120 میتونین نشته کنین ساین 90 جمع 30 درجه، یا میتونین نشته کنین ساین 180 منفی 60 درجه. نظر به محور عمودی، نظر به محور، نظر به پای بر 2، نظر به پای بر 2 90. ساین کوساین میسازه، به جای الفا 30 درجه داره. کوساین 30 ناحیه کجاست؟ ناحیه 2 است. 120 ناحیه 2 است، یعنی 90 از 30 درجه ناحیه 2. در ناحیه 2 ساین مثبت است. استاد کوساین منفی است، ما کوساین کار نداریم، از اینجا شروع میکنیم. ساین کار داریم. کوساین 30 جذر 3 بر 2. هدف ما کوساین 30 فعلا نبود، ساین 120 بود که مساوی شد جذر 3 بر 2. ای از این روش هم که به این جواب میگیره، ساین 180 جمع 60 منفی 60 پس میشه ساین 60. ناحیه دوم از در ناحیه دوم ساین مثبت است، ساین 60 چند است؟ جذر 3 بر 2. باز هم میبینیم ساین 210 مساوی شد جذر 3 بر 2. این ایره به دو روش برتم کار کردم. سوال دیگه آورده، گفته کوساین 120 را دریابید. کوساین 120 هم به دو شکل میتونیم بگیریم. دلتان میگیریم کوساین 90 جمع 30، دلتان میگیریم کوساین 180 منفی 60. منفی 60 کوساین، کوساین 90 کوساین ساین میسازه، ساین 30. خناهی دوم از 120 خیر کوساین منفی است، منفی 1 بر 2 میشه ساین 30. 1 بر 2 منفی 1. خیر کوساین 120 چند است؟ منفی 1 بر 2. از این طریق ما کار کنیم، 180 کوساین تغییر نمیده میشه کوساین 60، اما ناحیه دوم است منفی میشه منفی 1 بر 2. جواب میبینید تغییر نمیخوره. دلتان نظر به محور افقی حل میکنین یا نظر به محور
عمودیال میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینه، تانجانت سه پای بر چهار خواستم، تانجانت سه پای بر چهار گفته شما پیدا کنین. دلتان به درجه تبدیلش میکنین، کار میکنین، دلتان از خود زمین پیش میبرین. باید یک دفعه به درجه برتان کار کنم، میشه شما او روش خوب تر یاد بگیرید. همین مسئله میشه تانجانت اینی 180 مانومتر، 180 445 180 میشه این 45، 345 اینم 135 درجه میشه. این تاجیشن سایکلین 3 ضرب 180 تقسیم 4، یا از فرمول دی بر 180 جی بر 100 رو بر پای تبدیل کنیم. قبلا کار کردیم، سایکلین 1 4 4 4 4 16 5 4 20 3 5 15 3 4 12 1 13 135. 135 درجه رو باز میتونین نشته کنین که تانجانت 90 جمع 45 یا 180 منفی 45 فرق نمیکنه، هر دو رقم میتونین بگیرین. اینالی 90 تانجانت کوتانجانت میسازه، کوتانجانت 45 ناهی دوم است، ناهی دوم 135 سکنین 90 جمع 45 ناهی دوم منفی تانجانت، خیر میشه منفی 1، تانجانت 135 منفی 1. ولی براوش دیگه برتان حل میکنم. از خود ازم که چگه به درجه تبدیل نکنیم چی کنیم؟ خوب دقت کنید شاگردای ناظرین، یکی از راه هاییست، یعنی شما روش های مختلف میتونید یک سوال بگیرید. من امیره میتونم مشتر کنم چهار پای، در اینجا بکرد بچه ها مزاق میکنم، دخترها را همیشه میگیم آفرین تان درس میخونین زنده باشین، بچه ها چون دستان فیگام شوخی میکنه، باز اینجا میگم تانجانت بچه ها منفی پای. شما که درس خوان هستین تو نمیم شوخ های سنفه میگم. خب اینالی ای را میتونم جدا جدا نشته کنم مساویس به تانجانت. شما فهمیدین پسی سه پای میشه، نشته میکنم چهار پای بر چهار منفی پای بر چهار. ای را دم تقسیم پولینوم بر مونوم خوانده که را میتونیم نشته کنیم ای بر سی مز بر منفی بی بر سی اتشم. اینالی ای چهار کت چهار خلاص میشه، میشه تانجانت پای منفی 45 یا پای بر 4، پای بر 4 45 است. پای تانجانت تغییر نمیده، میشه پس تانجانت پای بر 4. ولی ناحیه کجاست؟ ناحیه کجاست؟ پای منفی 45 ناحیه دوم است، ناحیه دوم تانجانت منفی است، منفی تانجانت 45 میفهمید یک است منفی، جواب بیشتر ما منفی است، این جواب ما منفی است. فرق نمیکنه شما بر روشی کار میکنید تغییر نمیکنه جواب، هرگاه روش تغییر دادیم جواب تغییر خورد، یعنی کدام جای اشتباه کار کردیم یادتان باشه. خب که اگر کدام و روش تغییر دادیم جوابتان فرق کرد، باز نگوین که این در این روش تو جواب میت نه، من ما و شما کدام جای اشتباه کردیم. سوال ششم حل میکنم، گفته ساین پنج پای بر شش را دریا بعد دو رقم کار میتونیم، یکی به درجه تبدیل کنیم، همین میشه ساین سایکلین 180 است، 166 366 85 150 درجه است، همین 150 است. میتونید نشته کنید ساین 90 جمع 60 یا 180 منفی 30، در دو صورت جواب میده. 90 ساین کوساین میشه پای بر دوست محورم دیست، این میشه کوساین 60 ناحیه دوم از ناحیه دوم از 150 ناحیه دوم از دوستای نازنین میجاست، ساین مثبت است، خیر میشه کوساین 60 یک بر دو، این یک بر دو ساین 150 است. یک روش، یک روش. روش دیگه که هیچ به درجه تبدیل نکنیم استاد چی رقم عمل کنیم؟ سگ بچیم ساین خودش به جای 5 پای نشته که 6 پای من بر 6 پس هم 5 پای میشه، جدا جدا نشته شکر ساین 6 پای بر 6 منفی پای بر 6، 6 گت 6 خلاص میمونه ساین پای منفی پای بر 6. پای ساین تغییر نمیده، میشه ساین ناهی دوم است مثبت ساین پای بر 6، به جای الفا پای بر 6 داره، پای بر 6 30 درجه است، 30 درجه ساین 30 1 بر 2. خیرنال ما میگیم که ساین 5 پای بر 6، 5 پای بر 6 این کدام ناحیه بود؟ بله دوم بود، 180 مثبت. خیرنی ساین 5 پای بر 6 چند است؟ 101 بر 2. این وسط کاری است که ما رو به این نتیجه میرسانه، جواب آخر ما اونو به دست آمد. شاگردای عزیز، دوست داشتنی، نابغه، لایق، نابرده رنج، گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد
کار کنین، کار کار زحمت بکشین. نگوین یکم تا بیمزد بیکار و مزد گرفته، خب دیگه چندان مزدی نیست، مزد حتما از راه غلط هستم، مزد از راه کار. سوال اشتم گفته ساین 225 درجه را دریابید. نوشته کنین ساین 180 جمع 45 یا 270 منفی 45، یعنی دو پای است. این ببخشین یک پای است 180. خیلی پای ساین تغییر نمیده، میشه ساین 45. اما ناحیه کجاست؟ پای جمع 45 ناحیه سیم است، ساین منفی است. میشه منفی جذر 2 بر 2. منفی جذر 2 بر 2 چیه؟ ساین 225 است. اینو براتون حلش کردم. خب اینجا در کتاب عمل شده. سوال بعدی است گفته کوتانجانت 240 درجه را دریابید. میتونید نوشته کنید کوتانجانت 180 جمع 60 یا 270 منفی 30. در دو صورت جواب میده. یعنی پای است، کوتانجانت تغییر نمیده، میشه کوتانجانت 60. اما ناحیه کجاست؟ 240 ناحیه سیوم است، مثبت است تانجانت. کوتانجانت، کوتانجانت 60، کوتانجانت 60 میشه کوساین 60 بر سکه که بر جذر 3 میاد. اشتباه نکرده باشیم، زیاد درس دادیم گنگ شدیم، یا جذر 3 بر 3 میشه شما خدا. خب باش که خیر اشتباه نباشه، باز اگام تا فی میگیره میشه کوساین 60 بر ساین 60 بر 3 کار کردیم، یعنی 1 بر 2 میشه، این جذر 3 بر 2 میشه، 2 که 2 خلاص 1 بر جذر 3. خب این گفت هم فهمیدین. مثال دیگر کار میکنیم، چون قبلا هم مثال کار کردیم در لکچر قبلی از این. سوال آورده که کوساین 4 پای بر 3 را دریابید. دو رقم کار میتونیم، یا این 180 است، این 60 میشه تقسیم میشه 4 شده 24، 240 است. همین مانا میتونه کوساین 240 که میشه کوساین 180 جمع 60. 180 جمع 60 این تغییر نمیتونه، میشه کوساین 60. ناحیه سیوم است، کوساین منفی است، منفی 1 بر 2. کوساین 240 چند است؟ منفی 1 بر 2. اگر از این روش کار نمیکنین، از خود از اون روش هم میتونیم کار کنیم. چی رقم استاد کار کنیم؟ ما برات میگم بچه کوساین خودش به جای 4 پای میشه 3 پای جمع پای بر 3، پس 4 پای میشه. مساوی کوساین 3 پای بر 3 بگی جمع پای بر 3، این 3 کت 3 خلاص میشه، میشه کوساین پای جمع پای بر 3. پای کوساین تغییر نمیده، میشه کوساین پای بر 3. اما این کدام ناحیه از پای جمع 3؟ ناحیه سیوم است، منفی. اینی 60 درجه مانا میده، کوساین 60 1 بر 2 منفی 1 بر 2. سوال دیگه آورده که تانجانت 5 پای بر 4 را دریابید. آسان است دوستای نزن، کار میشه. من براتون میگم که چی گفته. تانجانت 5 پای بر 4 اینی 180 45، 5 ضرب 45 225 میشه. این تانجانت 225 مانا میته، 225 هم میتونیم بگیریم تانجانت 180 جمع 45 یا 270 منفی 45. 180 پای از تانجانت تغییر نمیده، میشه تانجانت 45. ناحیه سیم است، مثبت است، میشه مثبت 1. خیر تانجانت 225 مثبت 1. اما اگر بدون از اینکه به درجه تبدیل کنیم عمل کنیم، چی رقم عمل میکنیم؟ خوب گوش کنیم. این رو نشته میکنیم تانجانت خودش به جای 5 پای نشته میکنیم 4 پای جمع پای، پس 5 پای میشه بر 4. جدا جدا نشته میکنیم تانجانت 4 پای بر 4 جمع پای بر 4، پس که خواسته باشین همون 4 یک جمع میشه، 4 کت 4 خلاص میشه تانجانت پای جمع 45 یا پای بر 4. پای تغییر نمیده، تانجانت میشه تانجانت 45. ناحیه سیوم است، مثبت جواب تغییر نمیخوره. خیر تانجانت از این مثبت 1 است. و سوال 12، سوال 12، دو سه سوال مونده شاگردان از این، فقط با دقت که این موضوع رو بفهمیم ما و شما. خب دقت کنین شاگردان عزیزم، آورده که تانجانت 315 را گفته پیدا کنین. نشته کنین تانجانت دو رقم میتونین، یا 270 جمع 45 یا 360 منفی 45. بازم 315، 315 میشه. بله 360 دو پای مانا میتونه، دو پای تانجانت تغییر نمیتونه، میشه تانجانت 45. اما این کدام ناهی از ناهی چهارم است؟ سعی کنین اینی 180 اینی 360 منفی 45، ناهی چهارم تانجان منفی است، میشه منفی 1. خیر تانجانت 315 درجه چند است؟ منفی 1 است.
خب شاگردای عزیز گران قدر لایق نابغه با حوصله، درس یکی از خصوصیاتش حوصله مندی است. آدم حوصله میکنه یاد بگیره، کم حوصله گی نمیکنه و خسته شده و خسته نشین از درس هیچ وقت ثواب داره. ثواب چرا آدم خسته شد؟ سیکنت 330 را برتان کار میکنم، 330 خواسته نشته میکنم، سیکنت دلتان نشته میکنین 270 جمع 60 دلتان نشته میکنین 360 منفی 30، پس اونم میبینین 330 میشه. این دو پای است، تغییر نمیده سیکنت، میشه سیکنت 30. ناحیه کجاست؟ چهارم است، ناحیه چهارم 360 اینجا. پس من خیر سیکنت در ناحیه چهارم مثبت است، خیر سیکنت 30، سیکنت سی دوی بر جذر سی میشه فکر میکنم، یا دو جذر سی بر سی. در خودتان فهمیدین که نسبت ها را قبلا افس کرده بودیم. مثال دو مثال اک مانده دوستای نازنینم، مثال 14 ساین 5 پای بر سی، اینی 300 درجه مانومیتر. سعی کنین ساین 300 درجه مانومیتر. چرا؟ اینی 180 تقسیم 60 تقسیم 3 60 5 60 300. میتونین نشته کنین ساین 270 جمع 30 270 جمع 30 یا 360 منفی. خب با 360 زیاد کار کردم، من میره 200. میتونستم 360 منفی 60 هم بگیرم، خالی میگیرم 270 جمع 30 300 میشه. اینی 3 پای بر 2 مانومیتر. خیر ساین کوساین میسازه، میشه کوساین 30. ناحیه کجاست؟ ناحیه 4 هم 270 خوی اینجاست، اه جمع سی. ناهی چهارم ساین چی است؟ منفی. استاز کوساین مثبت است، کوساین کار نداره. اینجا ساین منفی جذر سی بر دو. خیر ساین سی ست چند است؟ منفی جذر. اگه ایتو حل نمی کنین ایتو را میتون نل کنین. خوب گوش کنین، نشته بکنیم ساین 6 پای منفی پای بر سی. پس 6 پای منفی پای 5 پای میشه. متوجه شده؟ انالی چی میکنم؟ جدا جدا نشتهش میکنم شاگردای عزیز و نازنین من. نشته میشه ساین 3 تقسیم 6 تقسیم 3 2 پای منفی پای بر 3 ایش میمونه، پای بر 3 ایش تقسیم. خب 2 پای ساین تغییر نمیده، میشه ساین پای بر 3. کدام ناهی است؟ ناهی 4. ناهی 4 چی است؟ ساین منفی است. اینی مانامیت 60. ساین 60 چند است؟ جذر 3 بر 2. بنان ساین 5 پای بر 3 میشه منفی جذر 3 بر 2. و بالاخره مثال آخرام کار میکنم و دیگه دعا میکنم خدا کنه فهمیده باشین این موضوع را، که یک ذره که هم کمی پیچیدگی داشت و خلاص چون در تشتی یک ذره مناسب نامد، ولی انشالله که فهمیده باشین. باز اگه خواستین در سارا بگیم کار میکنم. کوساین 11 پای بر 6 آورده، 11 پای بر 6. خب شاگردای نازنینم دو رقم حل میتونیم. یکی اینی 30 درجه، 30 ضرب 11، 30 ضرب 11 میشه 330، 330 درجه. امی از کوساین 330 درجه مساوی میشه با کوساین دلتان 270 جمع 60 میگیریم، دلتان 360 من 270 میگیرم، خیر 270 جمع 60 270 3 پایی بر 2. کوساین ساین میسازه، میشه ساین 60. ناهی چهارم است در این زاویه 330، ناهی چهارم است 270 جمع. خیر مثبت است کوساین، میشه جذر 3 بر 2. خیر کوساین 330 چند است؟ جذر 3 بر 2. اگر از این روش کار نمیکنین از روش دیگه که میخواین حل کنین اتو میتونین بگیرین. امیره مساویس با کوساین به جای 11 12 پای بگیرین منفی پای، این پس 11 پای میشه تقسیم 6. خب چرا است 12 پای گرفتید؟ با پوره تقسیم شده به 6. نشته میکنم 12 پای بر 6 منفی پای بر 6. اینی 1 6 6 2 6 12 میشه کوساین 2 پای منفی پای بر 6. 2 پای کوساین تغییر نمیتنه، این پای تغییر نمیتنه، میشه کوساین پای بر 6. پای بر 6 30 درجه است، کوساین 30 جذر 3 بر 2. ناهی 4 هم از در ناهی 4 هم کوساین مثبت میباشه. ناهی 4 هم چرا سعی کنه؟ یک پای دو پای منفی اینجا بس. در آخر یک فعالیت صنفی بر شما ماندیم، یک چهار مثال دادیم، انشالله حل میتونین. اگر نتونستین نشته کنین صفی 30 سوال فلانی شست تا زل کو باز حل میکنیم. در درس بعدی به خیر باز نسبت های مثلثاتی زاویه کوترمینال میخوانیم. برای امروز هم قدر کافی است، کمی درس شما خوب تمرین کنین، به درس قبلیش وابسته است. کل درس های ساینس با یکی دیگه خود ارتباط داره، دقیق کنین. بسیار زیاد دوستان داریم، تا درس بعدی خداحافظ می‌دارم.